در گزارشی در ارتباط با ایران، یک نماینده رهبر ارشد جمهوری اسلامی میگوید نظام قضایی نمیتواند دو رهبر اپوزیسیون را که در حصر خانگی هستند محاکمه کند. گزارش کوروش صحتی حاوی جزئیات بیشتری در این بار است. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، امروز در همایش تجلیل از پیشکسوتان بسیج گفت که موسوی و کروبی محاکمه نمی‌شوند به دلیل آنکه حریم و یک عده هوادار دارند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در این حال گفت که نمی‌تواند نامی از هواداران موسوی و کروبی بیاورد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت پس از راهپیمایی‌های اعتراضی 25 بهمن ماه سال گذشته در حصر خانگی قرار گرفته و با وجود ایراد اتهامات مختلف به آنها از سوی قوه قضاییه ایران مورد محاکمه قرار نگرفتند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران همچنین در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران گفت غیر از موسوی و کروبی عناصر و بنیانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را یا نمیتوان شناخت و یا به راحتی نمیتوان معرفی کرد چون حریم دارند و این فتنه را عجیب و سخت میکند. اگرچه اصلاح طلبها امروز شاید به لحاظ قلمی و به لحاظ کلامی از سطح تریبون های حکومتی حذف شده باشند، اما این به هیچ عنوان به معنای حذف اونها از بدنه اجتماعی حتی از بدنه خود حکومت نیستش. در حقیقت خود حکومت بهتر از همه میدونه که این افراد و این رؤوس جنبش سبز قابل حذف شدن نیستن و به همین خاطر هم هست که تصور میکنه در صورت تشدید برخورد با افرادی مثل موسوی و کروبی این امکان هست که در بدنه خود رژیم، یعنی در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف حکومتی، حتی در بخش امنیتی و نظامی شکاف بزرگی ایجاد خواهد شد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که پیشتر گفته بود که نظرات رسمی سپاه پاسداران از سوی وی، فرمانده سپاه و یا روابط عمومی سپاه اعلام می شوند، شرطی هم برای در لیست انتخاباتی قرار گرفتن کاندیداهای انتخابات پیش روی مجلس در ایران تعیین کرده. وی خطاب به ساکتین و راضیان به تعبیر او فتنه گفت شما اگر نتوانستید به ندای علی زمان خود پاسخ دهید و پیشتاز مقابله با فتنه باشید، چرا توقع دارید در لیست انتخابات قرار بگیرید و نماینده جامعه باشید؟ نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین نسبت به وجود چالش‌های امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته ممکن است بقایای به گفته او فتنه بخواهند دست به فتنه‌گری بزنند. در ماه‌های اخیر این برای چندمین بار است که مقامات ایران در این باره ابراز نگرانی می‌کنند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.